سلام خدمت بچه های عزیز، چطور؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا من یک سال پیش حدودا یه ویدیو پر کردم، اون موقع گوشیم کیفیتش قول پایین تر بود، صدا کیفیتش پایین بود. امروز دوباره میخوام حالت خلاصه واسهتون توضیح بدم که شما چه جوری پای کیسه یا توی سایه زدن ضربات دست و پاتون رو اجرا کنید. اگه یادتون باشه براتون توضیح دادم که چه جوری توی گارد وایسید، پا رو چه جوری بکشید عقب، زانو رو بشکنید، دستا رو بیارید کنار چونه، چون اگه بیارید بالا کنار ابرو یا کنار شقیقه پلو باز میشه، ضربه مثلا بهتون میخوره، ممکنه آسیب جدی ببینید. فکی میکشم داخل، کتفا رو میارم بالا، همینجوری کار میکنم. گفتم ثابت وای نمیسم، ضربات کامل باز میشه. آپرکات، هوگ، بهتون گفتم چجوری بزنید. یه هوگ این شکل داریم گفتم بهتون، مال ضربات نزدیکه. یه هوگ این شکل دارم مال ضربات دوره. بهتون گفتم اگه جلو آینه کار میکنید یا جلو مثلا خودتون توی باشگاه توی رینگ اینجوری بتابید، دست گرگاه بیاد پایین بالا، هر ضربه ای که میزنید وقتی برمیگرده برگرده کنار فکتون، نیارینش پایین اینجوری. هر بوکسی که میزنید در امتداد بوکستون چشتون هم به رقیب باشه، چش رقیب بر ندارید. واسه ضربات پاتون گفتم چجوری پای رو زمین بگردونید، این پا رو اینجا بشکنید، ضربه با لگن زده بشه، پایی که پرتاب میشه دستش باز بشه همون شکل، پای جلو هم همون شکل. گفتم ضرباتو کامل بزنید. ببینید ضربه پا تو سایه زدن فرق میکنه، تو کیسه زدن هم فرق میکنه. گفتم زمانی که بخواد پای جلو رو بزنید پای عقب رو نمیچسبونید، میارید کنارش، ضربه با لگن وارد میشه، ضربات زانو، ضربات آرنج چجوری بزنید، ضربات فرانت کیک، ضرباتی که به سمت جلو با پا زده میشه بهتون گفتم چجوری بزنید. یادتون نره ضربات کامل بزنید. سوالی بود حتما ازم بپرسید، توی کامنت ها بنویسید بهتون میگم چیکار کنید. فقط بدونید که باید چجوری مبارزه کنید. یکی از دوستان یه ویدیو برای من فرستاد، واقعا متاثر شدم. مربیشون بهشون گفته بود میرید توی رینگ مبارزه بوکس و لگد رگباری بزنید، انگار توی دعوای خیابونید. نه چنین تفکری نداشته باشید لطفا. اینا مربی نیستن، مربی نماینده است، چون ما فایتریم، ما مبارزیم. یک مبارز هیچ موقع یک شخص دعواکن خیابونی نیست، چون ما اصول اخلاقی داریم، اصول ورزشی داریم، قانون داریم. ما بی قانون مبارزه نمی کنیم. ما خیلی فرق میکنیم با کسایی که توی خیابون سر چیزای بی ارزش دعوا میکنن. اگه توی رینگ میرید دقیقا با تکنیک با مدل کار کنید، به مربیتون بگید باتون مدل کار کنه، چجوری ضربات بزنید، اسلیپ ها رو باتون کار کنه. اگه مربی بهتون گفت برو تو رینگ دست پا بزن، طرف کیسه بوکس نیست که وایس اینجوری شما بزنینش، یا یه گونی اسلیپ زمینی نیست، طرف هم ممکنه تجربه داشته باشه، استفاده کنه از ضعف شما، یعنی اون ضعف شماست. شما هیچ موقع نمیتونید جلوی یه آدم حرفه‌ای مبارزه کنید. اگه آینده ای مد نظرتونه که توی آینده اعتبار، پول، شهرت باشه، مطمئن باشید توی اینجور باشگاه و با اینجور مربی ها به هیچ جا نمیرسید. تهش تو همون باشگاه بتونید همدیگه رو بزنید، آسیب بزنید به همدیگه و شب خوشحال برید خونه. بتونید اینجوری بگم، اگه قراره به چیزی که میخواید برسید، آرزوهای بزرگی دارید، یا مربیتون عوض کنید یا باشگاهتون عوض کنید. صرفا به خاطر اینکه شما اون مربی رو میشناسید کنارش نمونید. من آرزو دارم، شما آرزو دارید، همه دوست دارم به یه جایی برسن. هیچ موقع طرف اگه حمله کرد بهتون، دیدید بلد نیست کار، مثلا نمیدونه چه جور مبارزه کنه، اصلا باش مبارزه کنید بهتره. بهتره که ترسو باشید تا اینکه بتونه آسیب بزنه. کافیه تو همینجوری الکی زدنا یه زانو به زانو کنن. یعنی من ویدیو رو که دیدم هم خندم گرفت هم ناراحت شدم. چیزی که من دیدم مبارزه نبود، دعوای خیابونی بود. به شما هم پیشنهاد میدم حتما پیش مربی درست برید، سمت مربی نما نرید. مربی که بهتون گفت همدیگه رو همینجوری بزنید، خب میایید تو کوچه، الکی نه پولتون رو حرام کنید نه وقتتون رو هدر بدید، تو کوچه همدیگه رو بزنید. ولی زمانی که توی باشگاه میایید، اون باشگاه یک حرمت داره، مربیش خیلی مهمه، اون فضا رو بدونید چه جوریه، با مدل پای کیسه کار کنید، ضربات پا، زانو، همه چی آرنج بزنید، همون شکل هم توی رینگ یا توی قفس اجرا کنید، ضربات زمین، ضربات روی هوا، ضربات با رقیب، اسپارینگ هایی که میکنید، این خیلی مهمه.
مراقب اینجور مربی ها باشید، یعنی در اصل مربی نه، اینا فقط برای پول انجام میدن. منم میتونم براتون برگه مربیگری صادر کنم یا پول بدید بخرید. مربی از تجربه شناخته میشه نه از مدارکی که داره. خیلی مراقب خودتون و اینجور مربی نماها باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی موفقیت و شادی رو واسه شما دارم. خدا نگهدار.